me a deal. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، مخاطبان برنامه جهان آرا. خیلی خوشحالم که امشب هم در خدمتتون هستم و انشالله یک بخشی از پشت صحنه برنامه قبل رو ببینیم و برنامه امشب رو شروع کنیم. نکته اصلیمون در مورد اتفاقی که افتاده بی اطلاعیه نمایندگان دولت سر درآمدهاش رو بالاتر ببره و ارتقا، نه اینکه ساده تر. موضوع امشب ما هم بررسی قیمت بنزین، افزایش قیمت بنزین، سهمیه بندی بنزین و حواشی هستش که این یکی دو روز حتما شما هم در جمعش هستید و سوالات زیادی در تو با اون دارید. چی شد یهو بنزین یه شبه همه متوجه شدن که قرار قیمتش چند برابر بشه و سهمیه بندی بشه؟ خود شما به عنوان نماینده مجلس اصلا تو جریان این تصمیم بودید یا نه؟ ما باید در پیشگاه مردم خوب ایران صادقانه درست کار بکنیم، صادقانه حرف بزنیم، صادقانه رفتار بکنیم که مردم اعتماد بکنن و این اعتماد اعتماد کامل و خوبی باشه. شاید اگر دولت در طول 6 سال قبل سالی مثلا قیمت بنزین 1000 تومان بود، سالی به 20 تومان به قیمت بنزین اضافه می کرد و این قیمت در یک شیب ملایمی افزایش پیدا می کرد، یک فنر جمع شده نبود که این فنر یک آن آزاد بشه و چندین برابری در واقع بخواد جهش داشته باشه. نکته اصلیمون در مورد اتفاقی که افتاده بی اطلاعی نمایندگان مجلس از این تصمیم، که چون اون نرخ از اون بالا اومد پایین، نرخ نیمایی به یک نقطه تعادلی رسیده بود، یک ثبات نسبی در بازار به وجود اومد، این کار خودش یک شوک بود. اتفاقات اخیری که در کشور به وقوع پیوسته حواشی پررنگ تر از متن داشته. خیلی ها هنوز ذهنشون درگیر اتفاقاتی هستش که از جمعه شب شروع شده، اتفاقاتی به بهانه بحث سوخت و بنزین ایجاد شد، اما حوزه های دیگری هم درگیر خودش کرده و افکار عمومی همچنان درگیرش هستش. ما امشب موضوعمون به این بهانه هستش، اما نه کارشناس اقتصادی داریم نه کارشناس امنیتی داریم، بلکه معتقدیم خیلی از اتفاقاتی که ما امروز باهاش درگیریم رو باید از زاویه دیگری مورد بررسی و خوانش قرار دادش. اگر واقعا ما مدعی این هستیم که سیره ائمه علیه السلام برای ما چراغی هستش که بر اون اساس باید کشور اداره بشه، نه در مناسبت‌های مذهبی، اتفاقا در برهه‌هایی که کشور دچار یک سری تلاطم‌ها و اتفاقات میشه، فرصت بسیار خوبی هستش تا بازخوانی کنیم که سیره ائمه علیه السلام در مدیریت کشور، در مدیریت افکار عمومی به چه صورت بوده. از این رو ما امشب در خدمت جامعه حجت الاسلام و المسلمین حامد کاشانی پژوهشگر حوزه تاریخ اسلام هستیم تا ان شاءالله تو این فرصتی که در خدمتشون هستیم بتونیم بهره کافی رو ببریم. خیلی خوش اومدید آقا. سلام علیکم و رحمت الله. محضر شما عزیزانی که اینجا تشریف دارن، بینندگان عزیز، عرض ادب و احترام و سلام دارم و در خدمت شما هستم. خیلی خوش اومدید آقا. سیره اهل بیت علیه السلام در مواجهه با افکار عمومی چطور بوده؟ آیا مثلا ائمه ما هم یک حرف رو میزدن، فراش نقض میکردن، دوباره یک قولی میدادن، زیرش میزدن، یا نه یک حرفی رو میزدن، پاش وای میستادن و جامعه رو رشد میدادن؟ اینو میخوام توی فرصتی که داریم برای ما باز کنید. بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض کنم خدمت شما که ما وقتی محاسبه ارزش ها و دارایی هامون رو میکنیم، ممکنه طلا و جواهر و مثلا منقولات و مستقلات و اینها رو در نظر میگیریم، ولی اون کسانی که آبرو دارن این رو با گوشت و پوستشون حس میکنن که تمام داشته هاشون رو حاضرن بدن، آبروشون رو از دست ندن. ما در یک اتفاقی که در کشورمون افتاد، متاسفانه بخشی از آبروی به دست آمده با خون شهدا رو لکه‌دار کردیم. لذا من دلم میخواد وقتی ادعامون این هست و دوستم داریم اینطوری باشه که حکومت ما یه الگوی آرمانی داشته باشه، به اون نگاه کنه که سیره اهل دویجه حکومت امیرالمومنین صلوات الله علیه هست، یه چند دقیقه من مواردی رو عرض کنم که شما ببینید در بیش از 1000 سال پیش که این شرایط امروزی نبوده، فضاهای استبدادی همه جا حاکم بوده، اهل بیت چگونه برای مردم احترام قائل بودن، تا بعد بیام ربطش رو به اتفاقات امروز خدمت شما عرض کنم. ببینید امیرالمومنین صلوات الله علیه خیلی براش مهم بود تصویری که از حکومتش و از رفتارش دیگران در واقع دریافت میکنند مطابق با آنچه که خودش هست باشه، به این خیلی اهتمام میورزید. لذا شما میبینید اولا دستور اکید بر تبیین میده حضرت، مثلا فرض فرمایید که به مالک اشتر در نامشون مینویسن اگر دیدی ذهن جامعه نسبت به تو حتی به اشتباه دچار کدورت شده، سوء ظن پیدا کردن، با روشنگری سعی کن اینها رو بفهمونی که دنبال چه بودی، حتی در مواردی که داری درست عمل میکنی اما افکارمون سوال نکردی، افکارمون ولی سوال داری، این افکار عمومی در ذهنش یه چیزیست که فاصله داره با اون که تو هستی. به شدت حضرت اونجا تاکید میکنن باید حتما پاسخ بدید، و این پاسخ به افکار عمومی حتی حضرت نگاه نمیکنن که ممکنه سوال ایجاد کنندگان افراد نابابی باشن. حتی یکی از مورخین که اسمش ابن ابی الحدیده یه اشکال به امیرالمومنین کرده، میگه تو شما چرا میای با معاویه مثلا دهن به دهن میشید نامه نگاری میکنید؟ دقت میکنید؟ توجه به این نداره که امیرالمومنین میبینه وقتی معاویه نامه مینویسه به حضرت و این نامه رو منتشر میکنه در سطح افکار عمومی، اتهاماتی مطرح میکنه نسبت به حکومت. همه داشته های حکومت چیه؟ داشته حکومت درهم و دینار و بانک و خزائنش نیست. داشته حکومت مثلا انرژی هسته‌ایش نیست. داشته حکومت همراهی و همدلی مردمیه که حاضرن خون فرزندانشون رو تقدیم کنن برای دفاع از اون در واقع آرمان و اون نظام. اینه که اصلا با هیچی قابل قیاس نیست. یعنی یکی از اشکالات اساسی که ما قائلیم اصل بحثی که امروز اتفاق افتاده احتمالاً درسته، مثل بحث هدفمندی، ولی برای 30,000 میلیارد صدها هزار میلیارد هزینه به اعتبار و اعتماد مردم زده شده و این توجه نشده، در هزینه و فایده این رو لحاظ نکردن. حضرت خیلی به این اعتقاد داره. اگر معاویه نامه بنویسه به امیرالمومنین، شما نهج البلاغه فقط یه مرور اجمالی بکنید ببینید چقدر نامه حضرت به معاویه داره. آیا معاویه حرفای امیرالمومنین فرمایشات امیرالمومنین با قرار بپذیره؟ معلومه که نمیپذیره. معاویه معلومه که از قبل بسته که چگونه رفتار کنه. ولی حضرت میدونه این نامه ها یک طرف مقابل داره و یک افکار عمومی. بعضی وقتا مثل نامه 28 در نهج البلاغه حضرت تصریح میکنه. میفرماد من در پاسخ به تو اینو نمیگم. یعنی چی؟ یعنی دیگران دارن میبینن توی مطلبی مطرح میکنی راجع به اینکه مثلا در فلان موضوع من این کارو کردم. کجا نسبت به بعضی از حکومت‌های قبلی مثلا فرض بفرمایید که سنگ اندازی کردم، اگر حضرت بخواد نقد کنه بیان میکنه، اگر نخواد میفرماد که نه، این اتهام شروع میکنه پاسخگویی. دقیق میفرماید حتی بعضی جواب معاویه میفرماد که تو در حدی نیستی که بین مهاجرین بخوای بیای قضاوت کنی، اما باید پاسخ داد به افکار عمومی. اینقدر این پاسخ به افکار عمومی مهمه که ما میبینیم مثلا فرض بفرمایید که در سیره امام رضا علیه السلام، من چند تا مثال بزنم برمیگردم به امیرالمومنین، در سیره امام رضا علیه السلام یک شاعر بنی عباس یک شعری که یه بیتش رو فعلا مد نظر منه، یه قصیده 7-8 بیتی میگه، در اونجا اتهامی به فکر اهل بیت میزنه که نظر اهل بیت راجع به فلان موضوع چیست.
حالا من نمیخوام وارد جزئیات موضوع بشم، خودش بحث دیگه، بله خودش یه بحث مفصلی میشه. امام رضا میفرماد که وقتی حضرت رو نگاه میکنه میگه آقا صورتتون به هم ریخته، چهرهتون رنگش پریده، میفرماد تا صبح خوابم نبرد به خاطر این یه بیت مروان بن ابی حفصه. خب آیا امام رضا مثلا دچار شبهه شده؟ قطعا نه، امام رضا نمیتونه پاسخ این شبهه رو بده، قطعا میتونه، ولی یعنی این بیت شعر که افکار بحثای رسانه‌ای اون دوره با شعر منتقل می‌کردن، یعنی یک حرف رسانه‌ای در نقد فکر ما زده شده، اتهامی به ما زده شده و ممکنه مردم درگیر این شده باشن، من تا صبح خوابم نبرد. یعنی برای امام مهمه این که این همه ما تلاش داریم می‌کنیم که مردم رو رشد بدیم، مردم نسبت به اهل بیت و مکتب اهل بیت باور پیدا کنن، پای کار بیان، هزینه بدن، خمس دارن میدن، این پول دارن میدن، جون دارن میدن، اینا نباید دچار ابهام، توهم، سوء ظن یا نقدی که فکر میکنن وارده بشن. اون وقت فکر میکنن که خب مثلا بفرمایید بین مکتب اهل بیت و دیگران که معصوم نیستن چیه؟ یعنی وقتی امام رضا نگاه میکنن میبینن که نسبت به گوشه ای از افکار مردم شبهه تو ذهنشون شده، سوء ظن پیدا شده، خواب از چشمشون میره. یا مثلا فرض بفرمایید که سیره امام صادق، امام سجاد، امام کاظم، امام هادی علیهم السلام داریم که امیرالمومنین صلوات الله علیه در جمل بعد از جنگ جمل که تمام شد عده زیادی آدم کشته شد در این جنگ، بین مسلمین درگیری شد، آدم‌های کشته شدن. خب امیرالمومنین صلوات الله علیه مسئولین جمل رو محاکمه نکرد و به سزای اعمالشون نرسوند، درست؟ گاهی از خود حضرت سوال پرسیدن، جواب داده حضرت در نهج البلاغه و منابع تاریخی هست. گاهی ما نگاه میکنیم حضرت سجاد، حضرت صادق، حضرت کاظم، حضرت هادی 220 سال بعد هنوز برای اینکه تو ذهن مردم هست یک اتفاقی افتاد، جرمی رخ داد، عده‌ای کشته شدن، محاکمه نشدن، سر این چه بود؟ یعنی برای امام اون جایی که مسئله ابهام آور نسبت به کلیت یک فکر هست تاریخ زمانی و مصرفی نداره. امام خودش رو مقید میدونه سوال افکار عمومی رو پاسخ بده. لذا شما نگاه میکنید ائمه بسیاری نسبت به حکومت امیرالمومنین شروع کردن به گفتگو کردن. مثلا فرض بفرمایید در دوره امیرالمومنین چون حضرت مثل بعضی از مسئولین پیشین خشونت به خرج نمیداد، مردم هم ازش توقع داشتن که مثلا شلاق دستش بگیره و یه دستش هم شمشیر بیاد وسط خیابون و مثل بعضیا به کوب بزنه و مثلا برخورد شدید کنه برای بعضی از اصلاحات. عرض کنم خدمت شما که حالا نسبت به کلام خود حضرت برمیگردم چون مابعضای امروزی داره. ما نگاه میکنیم میبینیم که امام هادی علیه السلام در زیارتی که برای قدیر برای امیرالمومنین کردن نسبت به این شبهه ناکارآمدی حکومت امیرالمومنین شروع کردن به گفتگو. یعنی براشون مهمه چه تصویری در ذهن مخاطب هست. سرمایه در واقع یک مکتب فکری، حالا چه حکومت تشکیل بده چه یک مکتبی که بالقوه میتونه حکومت تشکیل بده، اون سرمایه اصلیش مردمن، طرفدارانشن، اون کسای اونایی هستن که موقع بزنگا باید بیان حمایت کنن. نه این که مثلا فرض بفرمایید مردم و مردم سالاری و حق مردم دانستن است و اینا، یه زمانهای موسمهای انتخاباتی مثلا داشته باشه، توجه میفرمایید تو اون ایام بیان از این استفاده کنن، بعدم که رأی رو گرفتیم بریم انشالله تا دفعات بعد اصلا رها کنیم، دیگه مردم نامحرم میشن. گاهی بازی میشه با افکار عمومی، یا مثلا فرض بفرمایید که گاهی به پشیز انگار ارزش قائل نیستیم برای افکار عمومی. اون چیزی که این وسط آسیب میبینه بسیار بسیار شدیده، یعنی نمیشه اصلا محاسبش کرد. اگر عقلای فقط بخوایم بشینیم حساب کنیم، مثلا فرض بفرمایید که انقدر افکار عمومی برای امیرالمومنین مهمه، گاهی میتونسته حضرت یک جمله یا یک رفتار انجام بده بسیاری از این هزینه های ظاهری رخ نده، صرف جویی کن مثل بحثی که الان مطرحه، ولی حضرت نگاه میکنه میبینه تصویری که ایجاد میشه این تصویر هزینش خیلی بیشتر از اون فایده ای که داره. مثلا وقتی سال حدود 23 هجری خلیفه دوم تیه حادثه دوچار مثلا فرض بفرمایید که آسیب شد و نزدیک بود از دنیا بره، شورای شش نفره تشکیل شد. یه طرف
امیرالمومنین در واقع نامزد اصلی احراز پست حکومت و یک طرف هم شخص دیگری، سه چهار نفر هم با این دو بزرگوار دو نفر شدن، خلاصه شش نفری که تصمیم بگیرن. اینجا به امیرالمومنین شرط میکنن که آقا شما بر اساس کتاب خدا، سنت پیغمبر و روش دو خلیفه قبلی میاید حکومت رو بر عهده بگیرید. حضرت نمیپذیره. اصلا آقا مصلحتی شما یه بلهی بفرمایید، 13 سال جلو میفتی، بعدن بیا اینقدر گل و بلبل کن، کشور رو خدمات بده، اینا رو بشوره ببره. چیزی دروغ رو نمیشوره ببره. چیزی هیچ مصلحتی بالاتر از دروغ نگفتن نیست، ولو به قیمت به دست آوردن قدرت. بله. یعنی حضرت میفرماد که یه روزی به ابن عباس میفرماد این کفش پاره چقدر میارزه؟ میگه هیچی. میفرماد حکومت بر شما از این کمتر الا ان اقیم حقا. از من حکومت رو میخوام که حقی رو احقاق کنم، از دهان ظالمی حقی رو بگیرم، مظلومی بدم. وگرنه اگر قرار باشه که میان به حضرت میگن آقا یه چیزی میگفتید شما، مثلا یه کوتاهی میومدید یه جایی، حالا امیرالمومنین سر جاش مصلحت اندیشیایی هم دارن، اما دروغ گفتن و مصلحت نمیدونه امیرالمومنین. دقت میفرمایید. لذا وقتی میان میگن آقا یه خورده کوتاهی و هوای بعضی از اشرافو داشته باش، حضرت میفرمایند لا اشتری صلاحکم به فساد نفسی. من نمیخوام خیر شما رو بخوام با فساد نفس خودم. من بیام دروغ بگم خودم رو داغون کنم، غیر از این که تصویر امام مسلمین رو خراب کنم که دو نفر به نفعشون باشه، نباشه. من اصلا ادامه اون حکومت رو نمیخوام. حضرت میفرمان نمیخوام به قیمت دروغ گفتن من مسئول باشم، کما اینکه نمیخوام به قیمت دروغ گفتن پستی رو احراز کنم. وقتی بعد از پیغمبر اکرم ابو سفیان گفت دست دراز کن، من همه عرب رو پشت تو میارم به پشتیبانی برای اینکه حکومت ما به عهده بگیریم، حضرت دید حکومتی که ستون اصلیش ابو سفیان باشه و امیرالمومنین تکیه به ابو سفیان قرار باشه کرده باشه، فرمود نمیخوام. ولو شما بگید 25 سال با نقدهایی که حضرت داره طی بشه، خودش بفرماد که استخوان در حلقمه، خار در چشممه، نمیشه تحمل کرد، ولی تحمل میکنم، ولی نمیخوام به هر قیمتی هر کاری بکنم. من خیلی متاسفم، خدا میدونه، برای اینکه ما با نهج البلاغه فقط انقلاب نکردیم. امروز رهبر ما میفرماد که الگوی حکومت اسلامی باید حکومت امیرالمومنین باشه و نهج البلاغه مانیفست ماست، باید به سمت او حرکت کنیم. تازه امروز ابزارهای زیادی برای بهبودش به وجود اومده. اینی که ما نگاه میکنیم، مثلا فرض بفرمایید دو سه وزیر بزرگوار ما، یه اتفاقی افتاده، من با نگاه تاریخی خودم عرض میکنم، شما هر جوش رو خواستید نقد کنید، یه اتفاقی میخواد تو کشور ما بیفته، بحث هدفمند کردن یارانه ها. بنده متخصصش نیستم، ولی اونقدری که میدونم اصلش چیز خوبیه طبیعتا. یعنی یه عده دارن از بیت المال بیشتر مصرف میکنن، عده ای دارن کمتر مصرف میکنن. طبیعی اینه که خب حق اونا که کمتر مصرف میکنن باید ضایع نشه. این اصلش حرف خوبیه 100%. در گذشته تصمیماتی برای این هدفمند کردن گرفته شده. مسئولین فعلی تا تونستن با بد و بیرا گفتن اون تصمیمات رو مخدوش کردن. دقت میفرمایید. مثلا فرض بفرمایید سهمیه بندی و کارت سوخت و اینا، من به عنوان شهروند الان عرض میکنم این تکه رو، اینا رو همه رو گذاشتن کنار، عددهای 150 هزار میلیارد تومان و اینها میگن آسیبی است که برای، حالا اینجاش عددا رو اون چه من شنیدم، حتی رئیس شما گفتن بنزین دو نرخی فسادزاست، فسادزاست اینا رو، کارت سوخت غلطه، سهمیه اینا غلطه. حالا شما میخواید برگردونید، اولا شما چیزی رو که در ورا منظر مردم گفتید غلطه، امروز باید میومدید میگفتین عذرخواهی میکنیم، کار کارشناسی کردیم درست بود، اشکالات کوچکی داشت میخوایم برطرف کنیم، این کار نشد، بدتر از این رخ داد. ببینید بعضی وقتا ما فکر میکنیم بمب اتم خطرناکه، اتفاقی که این چند روز افتاده از نظر من مثل بمب اتم میمونه. یعنی یه کار خوبی میخواستیم بکنیم، اومدیم چیکار کردیم؟ حالا اونقدر که در ذهن منه، اینجا رو به عنوان شهروند عادی دارم گله میکنه، وزیر سمت، سخنگوی دولت، وزیر نفت توی هفته قبل از تعطیل کردن این ماجرا به هم تا جمعه مصاحبه کردن، گفتن فعلا خبری نیست. بعد ناگهان مردم مدل اصحاب کهفی روز مثلا اون که خواب بودن روز جمعه بلند میشن، یعنی شد همون چیزی که سه وزیر دولت اسلامی گفتن نیست فعلا.
یعنی ما اگر بمب اتم زیر اعتماد مردم می‌ذاشتیم، مثلا من چی بگم؟ بگم مجلس ختم برای اعتماد مردم بگیریم، مردمی که من شاید عددی مثل 300 هزار کشته داریم، یعنی مردمی که انقدر به این نظام اعتماد داشتن، نه پول دادن، جون فرزندانشون رو دادن. این مردم اینقدر به ما اعتماد کردن، به ما هم الان من به عنوان حاکمیت میام، من جای الحمدلله رسما عضو جای نیست، به حاکمیت که منم براش احترام قائلم، به نظام مردم فرزندانشون رو تقدیم کردن، خانواده با 5 شهید، 7 شهید، 4 شهید، دیگه چه جوری باید میگن اعتماد داریم؟ کاش اصلا مصاحبه ای صورت نمی گرفت. این رو چی بگیم؟ مقابله بکنید با اون جمله امیرالمومنین که فرمود آقا میخواد کار خوبی بکنید، چرا دروغ؟ یا الان یه نفر بیاد بگه آقا دروغ نیست، تصویری که ما فهمیدیم دروغه دیگه، یعنی خلاف واقع گفته شد، بعدن عرض کنم خدمت میگیم خیرخواهی خواستیم بکنیم. آخه به چه قیمتی این خیرخواهی؟ من یه مثالی زدم، فرض بفرمایید عذر میخوام، من نگاه میکنم میبینم دندان شما مثلا فرض بفرمایید که عذر میخوام عفونت کرده، کار از کار گذشته، یه راه اینه که شما رو میشه دندان پزشک مثلا متخصص بکشه، یه راه اینه که لگد بزنم به صورت شما که دندان شما بیفته. خب شما یه کار خوبی رو میخواید بکنید، اصل کار خوبه، شکی نیست، اما این چه روش اجراییه که نوجوان و جوان تشخیص میده که شما فضایی رو به وجود میاری که جامعه رو عصبانی کنی، ناراحت کنی، برای اشرار زمینه فعالیت فراهم کنی. اون اتفاقاتی که الان افتاده که متاسفانه کشدار صورت گرفته، خب این معلومه که داعشی مسلک مسلح، افراد گروه های کم جمعیتی قدرت تخریبی دارن، مردم عمدتاً گرفتارن زیر بار مشکلات، دوست ندارن. من همین دیروز تو مناطق اصلی تهران که اتفاقاتی هم ممکن افتاده باشه مثل جمهوری و بهارستان، چون جلسه درس داشتم، انقلاب اینا حضور تردد داشتن، بازار و مغازه و اینا خیلی جا بسته بود، مردم نبودن یه ولی این که اشرار زمینه میبینن ناراحتی مردم رو اومدن. الان طبیعتا خط قرمز اینه که امنیت باید به کشور به صورت 100% برگرده، طبیعتا عموم مردم هم همراهی نمی کنن با اشرار، ولی من فکر میکنم که آرزو که بر جوانان عیب نیست، بعد از اینکه امنیت به کشور برگرده، مسئولینی که خلاف واقع گفتن باید اینا محاکمه بشن به چند جهت. یکی اینکه اگر این روش خوب بود شما چرا متوقف کردید؟ توضیح باید بدید، بالاخره مسئولیت دست شما بوده. عرض کردم حضرت فرمود اگر دیدی مردم احساس کردن تو حیف کردی، ظلم کردی، حداقل عذرخواهی کنیم، نه اینکه بیان بگیم ما فداکاری کردیم در این برهه. الان عده‌ای کشته شدن، خانواده‌های اونا چی بگن؟ شما چه فداکاری کردید در این؟ یعنی کیو توجیه کردید؟ دقت می‌فرمایید؟ یعنی که ما یه کوهی از سرمایه اجتماعی داریم، شما این رو دوچار آسیب کردید. نمی‌خوام بگم نابود شده، ولی خیلی کار می‌بره، آبرو قطره قطره جمع میشه. بعد دیگران این آبرو رو برای نظام کسب کردن، خانواده شهدا، اون کسایی که پایمردی کردن و افرادی که اون جوونی که کار علمی کرده، شما اینو به چه قیمتی خراب کردیم؟ من هر چی فکر میکنم میبینم این چه مدل هزینه فایده کردنه، متوجه نمیشه. خیلی ممنون حاج آقا، من شما صحبت میکنید هی مصادیق تو ذهنم میرفت و میامد، ولی الله ترجمه دیگه بیشتر از این وارد این بحث نشیم. واقعا فکر می‌کنم هر کسی که یک مقدار خلوت بکنه با خودش می‌فهمه که میشد خیلی کم هزینه تر یک تصمیم درست اعمال کرد. مثلا کاری داشت برای ما به همین صدا و سیما میگه آقا شما 2 هفته قبل از اینکه همچین اتفاقی بیفته چند تا مناظره کارشناسی بذارید. این حجم بذارید مردم آقا کلمه بنزین 3000 تومانی به گوششون بخوره. یا به قول شما اصلا بلند نشن مثلا قیمتای مقدار مثلا که این حجم بی تدبیری برای من واقعا سواله. یعنی اینکه یعنی چه جدا اینکه طبیعیه یا غیر طبیعیه؟ یعنی واقعا اون کسانی که تصمیم گرفتن نتونستن توضیح بدن که به چه دلیل این کارو کردن، یا توضیح هم ندادن. حتما لازم بود قبل از این اقدام که ما یقین داشتیم که تو این فشار مردم رو ذهن مردم اثر میذاره، حتما باید قبل، الان نباید فکر کنن به مواردش، قبلش باید افراد که قرار حمایت بشن شناسایی میشدن، گفتگو صورت میگرفت، اقناع میشد جامعه، راجع به اهمیت هدفمندی صحبت میکنن، به صورت کاریکاتوری نه. اینی که ما همین رسانه خودمون هم میبینیم مثلا فرض بفرمایید که گاهی ممکنه گزارش پخش کنه که آقا خیلی هم خوبه.
بهتره که سهمیه بندی کنیم. آه سهمیه بندی و عرض کنم خدمت شما هدفمندی با روش درستش، اونجوری که برادرانمون در دولت نقد میکردن نباشه روش درستش حرفی نیست. ولی خب اول باید مردم اقناع میشدن، مردم همراه میشدن. توجه میفرمایید؟ ما الان مردم میخوان سوال کنن. شما الان یه نفر تو جامعه، بنده در حوزه دانشگاه، اگه ازم یکی سوال کنه به کجا او رو باید ارجاع بدم؟ یعنی به اینا فکر نکردن که ما 30,000 میلیارد تومان میخوایم ذخیره کنیم بدیم به یه دز مردم، به ازاش چی از بین بردیم؟ این رو باید براش فکر کرد. و به نظر من حتما چقدر باید تو رسانه هزینه کنیم چند برابر اون 30,000 تا بتونیم بخشی از اون اعتبار رو بله. خب بگذارید بس آقا. عرض شود خدمت شما که یه سری از مسئولین ما در سالهای اخیر در رابطه با برهه‌های از تاریخ اسلام اظهاراتی داشتن که اینها خب تناقض داشته با هم دیگه. ما الان بالاخره شاید حالا صریح‌تر بشم، بخشی از مردم ما ندونم، بالاخره ما بعد از عاشورا درس مذاکره بگیم و مقاومت، یا بالاخره پیغمبر اسلام وقتی که با کفار با دشمنان معاهده‌ای رو منعقد می‌کردن، وقتی اونها بدقولی میکردن پیغمبر رفتارشون دقیقا چه بود؟ آیا بلا فاصله در حالی که بدعهدی طرف مقابل رو میدیدن لبخند میزنن و معاهده دوم رو منعقد میکردن یا نه؟ مثلا رفتار مشخصی نسبت به اون نقض عهد داشتن؟ اینها بحثایی هستش که مطرحه تو جامعه، بعضا از طرف مسئولین ما، نخبگان ما، و حالا ممکنه یه باستاب هایی هم داشته باشه. اما فهم میکنم حضرت علی عمان کسی که کارشناس این بحث هستیم تو حوزه تاریخ اسلام، سالها زحمت کشیدین تتبع کردید، امشب فرصت خوبی بهش بپردازیم که بله. ما در رابطه با نقض عهد زمان پیغمبر چه رفتاری رو می‌دیدیم، در رابطه با عاشورا بالاخره چه درسی رو باید بگیریم. اینو می‌خوام وارد بحثش بشم. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. پس منبر دوم یاد بله. بله. جمله‌ای من عرض کنم وارد این بشم، چون به بحث قبلیمون این بحث ربط داره دیگه، این همون بحث احترام به افکار عمومیه. قبلش اون عرض می‌کنم خیلی واضحه، هر کسی که دلسوز یا نیمه دلسوز به حال مردم باشه در این شرایط حتما باید اعلام فاصله کنه از اشراری که به کشور دارن آسیب میرسون. اصلا گله ما اینه که شما با ناراحت کردن مردم زمینه رو برای اشرار دست نشانده فراهم کردید. شما در واقع ما بستری که اونا دنبالش بودن، بله، خواسته یا ناخواسته شراکت در این جرم کردید، شما فرصت فراهم کردید. و طبیعیه که این فاصله، ایجاد فاصله با اشرار به شدت مهمه و طبیعتاً بعد آرام بشه مملکت، بعداً برگردیم نسبت به این تدبیرها. اتفاقاً یکی از گله های ما همینه. ببینید صدا و سیما وقتی بعضی از مسئولین ما سخنرانی میکنن، بخش های خوبش رو پخش میکنن، بعضی از بخشاش رو پخش نمیکنن. شما این بخش های بعدش هم پخش کنن؟ ببینید ما مسئولی داریم در کشورمون که ایشون میفرماد حرف های اختلاف افکن زدن در این بره حرامه و اختلاف افکنانه ترین حرف ها هم خودش میزن، یعنی عملا اقرار میکنه که من صلاحیت ندارم. دقیق میفرمایید؟ یا سخنان عجیب غریب، این بازی کردن با افکار عمومی، یا اینی که افکار عمومی این حس بازی شدن بهش دست بده، این خیلی هزینه بزرگی داره. یعنی ما اگر همه چیمون رو بدیم مردم رو نگه داریم حقیقتا نباختیم، ولی فرض کنید همه چی داشته باشیم، قدرت نظامی، قوت علمی، نمیدونم ذخایر پر از طلا و دلار و فلان، ولی مردم به ما با ابهام نگاه کنن. یعنی الان شما فرض بفرمایید که ما توقع داریم اگر بعد از این وزیر بزرگواری مسئولی اومد برای مردم وعده‌ای داد، توضیح داد، قبول کنن. یه هفته نگذشت نقض شد، این عذرخواهی میخواد، به چه دلیل این کارو کرد؟ دقت میکنین این روش در بحث تحلیل تاریخ اسلام رخ داده. متاسفانه تاریخ در کشور ما خیلی بنده خدا مثلا متولی نداره، هر کس از راه برسه این رو به نفع خودش جابجا میکنه. چرا؟ چون اونجایی که ما میخوایم افکار عمومی رو همراه کنیم، یکی از قوتهای پرنفوذ در ایجاد گفتمان در واقع استفاده از عقاید مردم. یعنی من وقتی اگر من یک زن باشم
در شرایط سخت قرار بگیرم. حضرت زینب سلام الله علیها رو شما به من معرفی کنید، من احساس میکنم عجب الگویی در استقامت دارم، راحت تر تحمل میکنم. یه مادر شهید، یه همسر شهید، یه خواهر شهید، وقتی حضرت زینب، حضرت رباب رو براش بحث کنید، یا از مادران شهدا فیلم بسازیم، مستندی بسازیم، نگاه میکنم من میبینم آقا من که به هم اتفاق نیفتاده. اگر زن باشم، اگر مرد باشم، سلحشوران تاریخ این اثر میذاره رو من، آلام و دردهای منو کم میکنه. میگم من نیت کنم به قصد قربت در راه مقاومت، در راه اطلاع کلمه حق کار کنم، قوت ایجاد میکنه. چون قوت ایجاد میکنه، چون دین قدرت داره که انسانها رو مقاوم کنه، اگر خدای نکرده به اسم دین چیز غلطی هم نسبت داده بشه خیلی خطرناکه. ببینید آقا، فرعون مقابل حضرت موسی نتونست مقاومت کنه، ولی سامری فتنه شدیدی ایجاد کرد. چرا؟ چون سامری با یک نیمه مجسمه‌ای که او رو الهی معرفی کرد، به اسم دین مردم رو از توحید دور کرد. دقت میکنید؟ ولی فرعون نتونست. فرعون زور داشت، پول داشت، لشکر داشت، نتونست مقابل منطق حضرت موسی بایسته. ولی سامری یه شبه نبی دروغگوه، با الماس قلابی سعی کردن الماس رو ببرن. داعش رو اگر شما ملاحظه فرمایید، چطور میشه یه نفر از اون سر دنیا هجرت کنه، در فقر بدنش رو عرض میکنم زندگی کنه، به جنگ آسیب بخوره، گاهی با انتحار خودش رو منفجر کنه؟ این جز این که یک اعتقادی، ولو اعتقاد غلط به اسم اعتقاد صحیح، جز این که اعتقادی او رو مجاب کنه به این که در بهشت خواهی رفت، در آغوش رسول خدا خواهی رفت، او خودش رو منفجر نمی کنه. طبیعیه، کی حاضر برای پول خودش رو بکشه؟ دقیق می فهمید. دین اگر به صورت صحیح پیش بره، ما شهدار می بینیم که نماد مقاومت هن. اگر از او بازی بشه و دین قلعه معرفی بشه، ما داعش رو می بینیم. متاسفانه بعضی از مسئولین سیاسی ما برای این که کارهایی رو که افکار عمومی بپذیره، یا تو ذهن افکار عمومی بعضی از الگوهای رفتاری ائمه پررنگه، مثل حیات من نزله سید و شهدا شعار اساسی ذهن مردمه. بعد وقتی شما میخواید کاری بکنید که مردم ممکن احساس کنن این با حیات من نزله سازگار نیست، یه روش اینه که شما حیات من نزله رو از دست مردم بگیرید. دقیقا اصل زده میشه. بله. نمونه ای که این اخیر اتفاق افتاد و کمتر هم به خاطر بنزین بهش پرداخته شد و به نظر من یک فاجعه بود در جسارت و توهین به رسول خدا، این بود که یه آیه از قرآن خونده شد که من این سه چهار تا آیه رو میخونم برای بینندگان عزیز بفهم. شما ببینید چه اتفاقی افتاد. این فاجعه رو نمیدونم، اگر خجالت میکشم بگم در بعضی کشورهای دیگه اگر این نوع سخنان گفته میشد حتما دادگاه تشکیل میشد، برای اینکه این نسبت هایی که شما دادی، آقا یا اسنادتو بیار یا پاسخگو باشی. این نشد که ما عادت کنیم در ایام انتخابات مثلا حرف هایی بزنیم، نسبت هایی بدیم، بعد اگه رأی آوردیم یا رأی نیاوردیم بریم تا دفعه بعد دوباره، یعنی مسئول باشیم. ما در گروه حرف همون هستیم. به یه آیه از قرآن، از سوره مبارکه انفال، یه آیه استناد شد. در این شرایطی که بعضی از مسئولین دولتی میگن که مذاکره با آمریکا، من به عنوان غیر کارشناس بحثم تاریخیه، ولی اینو شنیدیم که میگن مذاکره با آمریکا بعد از عرض کنم نقض برجام دیوانگیه. من. و شما میخواید دوباره مردم رو به سمت عهد مجدد ببرید، خب اون سخن قبلیتون دیوانگیه. حالا چجوری چه کار کنیم مردم بپذیرن اینو؟ نمیپذیرن. یکی از کارهای زشتی که صورت میتونه بگیره چیه؟ اینه که ما وقتی نمیتونیم یه کار رو توجیه کنیم، رو به اسم دین انجام بدیم و دینداران جامعه مجبور بشن سکوت کنن برای احترام به دین. به این آیه استناد شد، که آیه 56 سوره انفال استناد شد، که پیغمبر با کفار عهد میبست، میشکستن، دوباره عهد میبست، میشکستن، دوباره عهد میبست. بدتر از این فضا رفت به این سمت که یعنی از این یه سیره استفاده کنیم که امروز هم میخواییم به سیره پیغمبر عمل کنیم. من اول این چهار تا آیه رو فقط ترجمه هاش مختصره میخونم، قضاوتش رو افکار عمومی واگذار میکنم. ببینید شما اینجا خداوند در این چهار آیه چی فرمود. خدا میفرمود ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. انسان اسم نگذاشته، حضرت
بدترین جنبنده ها روی زمین کفاری هستن که ایمان نمیارن. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون. و اینا هر بار عهد ببندی براشون فرق نمیکنه، خجالت نمیکشن، عهدو میشکنن، پروایی ندارن. واضحه که پیمان بر سر پیمان موندن و عهد بستن هم از ویژگی های مؤمنه، در قرآن فراوان داریم مؤمنین بر عهدشون پایبندن، هم در ادبیات بین الملل. حتی من شوخی میکنم میگم اسکیمو هم میفهمن که وقتی عهد میبندن تا وقتی که طرف مقابل نقض نکرده بعد پیمانو خلاصه بر سرش باشن. این حرفی نیست. خداوند داره نقض میکنه چه کسانی رو؟ میفرماد بدترین جنبنده ها کسانی هستن که به خدا کافرن، ایمان ندارن، هر چه عهد ببندی اینا نقض میکنن، پروا نمیکنن. بعد حالا خدا دستور داده فاما تثقفنهم فی الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم یذکرون. اینا رو گیر آوردی یه جوری با اینا برخورد کن که عبرت سایرین بشن، دستورین. بعد از این بالاتر میفرماد خدا و اما تخافن من قوم خیانتن، اگر ترسید اینا خیانت کنن، یعنی خوف اغلایی داشتی، شرایطو که داری رصد میکنی ای پیغمبر، دیدی شرایط به سمتی رفته که اینا ظاهرن دارن نقض عهد میکنن، هنوز نقض عهد قطعی نکنن، قبل نقض عهد کردن با کسی که نقض عهد میکنه که باید نقض عهد کرد، یه وقتی نقض عهد نکرده ولی به نظر میرسه شما مثلا یه مرزی رو توافق کردی با همسایت، احساس میکنی که لشکرشو داره میاره در مرز، شرایط رو داری میبینی، یا باهاش توافق کردی میبینی سفارتخونهشو در اختیار دشمن شما قرار داده، هنوز نقض عهد رسمی صورت نگرفته. اگر ترسیدی آیه اینه اما تخافن من قوم خیانتن فانبذ الیهم علا سوا، اعلام کن که پیمان، این اعلام کن برای که تو قرار نیست که یک طرف نقض عهد کنی، اگر عهد رو نقض کرد نقض میکنی، نیاز به اعلام نداره دیگه و میتونی این کار رو بکنی. اگر نه اون نقض نکرده، شرایط رو به سمتی برده که این شرایط به سمتی که رفته شما نگاه میکنی میبینی او در حالی است که به زودی نقض خواهد کرد، شما اعلام نقض و فسخ قرارداد کن، منتها اعلام کن که او بعدن نگه من نمیدونستم. ان الله لا يحب الخائنين، خدا خائنین رو دوست نداره. این چهار آیه که من خوندم، شما از این چهار آیه چی برداشت میکنید؟ برداشت واضحه که خداوند نقض کنندگان و پیمان شکنان کافر دشمنان رسول خدا رو اینجا داره میکوبه، نقض میکنه، به پیغمبر فرمان نقض و نبض میده، یعنی اگر نقض کرد نقض کن، اگر شرایط پیش از نقضم دیدی اغلاییه شما اعلام فسخ قرارداد کن. از این برداشت میشه این دوباره با اینا پیمان ببند. من انصاف افکار عمومی مسلمین آل جهان رو و مفسرین رو خلاصه اینجا شاهد میگیرم. بریم بچرخیم در تفاسیر شیعیان و اهل سنت، ببینیم از این چهار آیه برداشت میشه شما باز نقضه به جای نقض عهدی که اونا کردن باز شما عهد مکرر ببند، از این اینو برداشت میکنیم. بعد این رو نسبت بدیم به سیره رسول خدا، ببینید بحث استفاده از سیره پیغمبر یک بحث کاملا تخصصیه، دقت میفرمایید، یعنی اصل این موضوع الان برباده. فرض بفرمایید که در جای اصل موضوع هم داشتیم، بذارید من این مثال برای شما بزنم. بحث استفاده از سیره آقای کار تخصصیه، بحث‌های ژورنالیستی و اینکه ما مثلا هیجان به جامعه بدیم و دیگرانو می‌خوایم بکوبیم استفاده کنیم و امتیاز بدیم و اینا خیلی بی‌انصافیه. ما رسول خدا رو وجه المصالحه قرار بدیم. ببین عبارتی که به کار بردن این بود، گفتن پیامبر هی عهد می‌بست نقض می‌کردن، عهد می‌بست نقض می‌کردن، نعوذ بالله بعضیا این کار رو ابلهانه بدونن. بعد چرا اینو دارن میگن؟ یعنی شما اگه می‌خواستیم این کارو بکنیم چیزی نگیدا، چون می‌خوایم به سیره پیغمبر عمل کنیم. یعنی جامعه، اوغلای جامعه، عذر می‌خوام از محضر رسول خدا، معاذ الله، این کار رو بلاحت حساب می‌کنن، ولی ما با چماق این که پیغمبر این کار کرد اینا رو ساکت کنیم. اولا پیغمبر این کار رو نفرموده. نمونه‌ش هم عرض کردم، شما به تفاسیر شیعیان و غیر شیعیان رجوع کنید، این چهار آیه ببینید فضاش چی. ثانیا وقتی می‌خوایم از سیره معصومی استفاده کنیم و قصدمون این باشه که واقعا بریم پای سفره مواهب آموزه ها
آموزهای نبوی، ببینید باید چه کار کنیم. صرف این که یک گزارش تاریخی آمده باشه کفایت نمیکنه. من یه مثال برای شما بزنم ببین. بعضی وقتا برخلاف اینجا رفتاری از پیغمبر اکرم سر زده ولی قابل الگوبرداری نیست، چون برای یک حادثه خاصه، شرایط خاصه، عمومی و فرازمانی نیست که شما ازش الگو بگیرید. چند تا مثال میزنم اینو ببینید. یک، اسلام به تدریج احکامو بیان کرده. مثلا یه زمانی حجاب به معنای پوشش سر خیلی سفت و سخت نبوده، بعد سوره نور و سوره احزاب و اینا نازل شده، این حجابی که فقها بهش فتوا میدن آمده. توجه میکنید، اگر کسی بخواد استناد به سیره پیغمبر بکنه باید به قبل از نزول این دعایه استناد کنه، بعدش طبیعتا دیگه، چون قبلش مسیر تدریجه. نمونه دیگه بگم به شما، شرابخواری بلا فاصله با شروع اسلام نهی شدید نشده، رجس من عمل شیطان گفته نشده، چند سال گذشته. اگر خواست امروز یکی استناد کنه به کجا استناد کنه؟ معلومه به بعدش دیگه. از این نمونه ها فراوان داریم. مثلا فرض بفهمید نسبت به کسانی که فحشا مرتکب میشن قبل از اینکه آیات حد، عرض کنم شلاق و اعدام برای شرایط مختلفش صادر بشه، قبلش آیه میفرماد مثلا اینا رو نگه دارید تا ببینیم چی میشه. خب الان به این میشه استناد کرد؟ خیلی واضحه این. اگر پیغمبر، عرض میکنم ما روایت و سند معتبری نداریم، به فرض که داشتیم، پیغمبر اکرم، مثال دیگه بزنم باز براتون، در 13 سالی که در مکه بودن مسلمین کتک میخوردن، دفاع نمیکردن. دقت میکنید؟ تا آیه نازل شد اذن میدیم به شما که بجنگید، بعد از این دیگه اگر با شما جنگیدت بجنگید. دقت میفرمایید؟ حالا کسی میتونه قبلش استناد کنه؟ خیلی روشنه این. تعجب ما از کسانی است که ادعای درس خوندن و عرض کنم خدمت شما اینا رو هم دارن و طبیعتا اینا رو بدونن. خب فرض بفرمایید پیغمبر اکرم با یهود مدینه عهد بسته، گروه اول نقض کرده، گروه دوم نقض کرده، گروه سوم نقض کرده. مثال، ما با اروپا عهد ببندیم، فرانسه نقض کنه، آلمان نقض کنه، مثلا فرض کنید ایتالیا هم نقض کنه، بیان آقا هر بار با اینا عهد ببندی هر بار نقض میکنن. دقت میکنید؟ بعد آیه نازل شده که چیکار کن؟ شرط بهم برخورد کن با اینها، اعلام فسخ کن. بعد ما اینو بگیم قبلش پیغمبر عهد بسته، آخه این با چه ملاکی؟ این اشکال اول. نکته بعدی، فرض کنید همچین چیزی رخ داده بود، اولا شما به حکومت داری بپردازید، به جای اینکه بیاید اعلام وفاداری با پیمان شکنان کافر کنید، عهدهاتون رو با مردم وفا کنید که زیرش میزنید. گله ما اینه که شما عهد میبندید زیرش میزنید. مردم شهید پرور ما، شیعیان جمهوری اسلامی، عرض کنم که مردمان سرزمین ما، شهروندان ما، که اولان به این که شما وفاداری کنید با اینها. اول با اینها وفاداری کنید تا نوبت به اونها هم برسه. دقت میفرمایید؟ فرض کنیم یه همچین چیزی داشتیم که پیغمبر اکرم در یه حادثه ای عهد مکرر بسته که من پیدا نکرد. یعنی وقتی یه سوال اینه، اصلا پیغمبر کی تو بر اساس یه همچین حادثه کی بالاخره فتح مکه رقم زدن؟ یعنی یه بخشی از تاریخ اسلام اصلا نیست تو این روایت ها. یعنی بله دیگه، چون گزینشیه. عرض میکنم حالا اشکال، یکی از اشکالات اینه که چون پرسیدید من جابجا میکنم که سیرش درست بره. آقا وقتی عرض به محضر شما که یهود در مدینه پیمان بست با پیغمبر که بدخواهی نکنن، یه گروه یهود به لباس یک زن مسلمان جسارت کردن. پیغمبر چون که به یک زن مسلمان و امنیتش و هویت و حرمتش جسارت شد، با اینا برخورد شدید کرد. اینها تو احزاب خیانت کردن، با اینا برخورد کرد. فدکی که شنیدیم چجوری به دست اومده؟ جنگ خیبر برای چی به وجود اومده؟ برای برخورد با این نقض عهد هاست. این که ما یه بخشی از موضوع رو بگیم، بخشای زیادی رو نگیم، این شبیه بازیگریه. یعنی شبیه دور زدن، فریب افکار عمومیه. این خدا میدونه اگر ما امید داشتیم به اینکه یه روزی هر کسی
نسبت به افکار و حرف‌هاش باید پاسخگو باشه، باید محاکمه می‌شدن این افراد برای نسبت این جور نسبت‌ها به پیغمبر اکرم. حالا من کوتاه میام میگم فرض کنید یه همچین چیزی داشت، من مثال برای شما بزنم که عزیزان ما فکر نکنه هر چی ما در تاریخ داریم لزوما این قاعده است میشه ازش الگوی کلی برداشت کرد، نقض‌ها رو نبینیم، صدها مورد خلاف رو نبینیم. مثال بزنم برای شما، اومدن پیش امام باقر علیه السلام گفتن آقا پیغمبر اکرم در سنتشون اینطور بوده، شونه های مبارکش رو یکیش رو باز میگذاشته در ایام حج، مثلا مورب لباس احرامی پوشیده، یک کتف مبارکش باز بوده و در طواف به سرعت حرکت میکرده. خب پس ما هم تازه اونجا که بحث عبادیه، یعنی از اینجاها جلوتره، پس آقا ما هم وقتی میخواییم بریم طواف کنیم باید هروله کنان و تون تون شبیه دوان دوان یا آرومتر و یه طرف بدنمون هم باز بذاریم. امام باقر ببینید چی فرمود، فرمود که چون که مسلمین از مکه اخراج شدن، اینا گاهی ثروت داشتن برای خودشون کسی بودن، اینها رو بیرون کردن، اینا فقیر شدن، توی اسرت افتادن، فشار بهشون اومد، کفار میخواستن ببینن این تحریمی که اینا رو کردن اثر گذاشته رو اینها یا نه. پیغمبر در اون برهه خاص که سال هفتم قبل از فتح مکه مشرکین در مکه حضور داشتن، امام باقر فرمودن که یک شانه خودتون رو باز بذارید که عضلاتتون رو ببینن، شما لاغر نشدید، شما ضعیف و ناتوان نشدید، شما آماده رزمید، هروله کنان طواف کنید که نشاطتون رو نشون بدید. برخلاف این که گاهی ما میبینیم ناله میزنن زیر تحریم ها، متاسفانه بعضی از مسئولین این نوع ذلت و چی میگن در سیره پیغمبر، امام باقر میفرماد چه کار کنید، هم نشاطتون نشون بدید هم قوت جسمانیتون رو، دشمن فکر نکنه شما ضعیف شدید. بعد امام باقر فرمود امروز دیگه در مکه مشرکی نیست، من و پدرم امام سجاد آرام طواف میکنیم، شونه هامون هم میپوشونیم، شما همونطور میتونید همینطور. میخوام چی عرض کنم، هر رفتار پیغمبر اکرم که حتی اتفاق افتاده قابلیت الگوگیری نداره. لباس پیغمبر ما سپید بوده معمولا، الان شما کلن سپید نپوشیدید، من هم همینطور. آیا این سپید پوشیدن برای یه جغرافیه خاصه یا این الزام آوره؟ این بحث هایی که استفاده از سیره پیغمبر میخواد بشه خیلی قاعده و قانون داره، بحث تخصصیه. کشوندن این به افکار عمومی و در یه سخنرانی هیجانی نسبت دادنش به نظر میاد در واقع اغراض دیگری من پشت سرش هستش. تشکر کنم آقا جوان، خیلی ممنون و خلاصه تشکر از فرمایشاتتون. اجازه بفرمایید یک میان برنامه رو با هم ببینیم و انشالله بحث رو ادامه بدیم. اینی هم که دم از مذاکره و گفتگو میزنن این برای نفوذ است. یه عده‌ای در قضیه مذاکره و مسئله مذاکره سهل انگاری میکنند، سهل اندیشی میکنند، مطلب رو درست نمیفهمند. حالا بعضیا بیخیالن، بیخیالان جامعه که هرچی پیش بیاد براشون اهمیتی نداره، مصالح کشور از بین برود، منافع ملی نابود بشه، بیخیالن. با اونا حالا کاری نداریم. بعضی بیخیال هم نیستن لکن سهلندیشن، عمق مسائل را نمی فهمن. وقتی صحبت مذاکره می شود میگن آقا شما چرا با مذاکره با امریکا مخالفت میکنید؟ خب امیرالمومنین هم مذاکره کرد، با کیک امام حسین هم مذاکره. خب اینا نشاندهنده سهلندیشیست، نشاندهنده نرسیدن به عمق مسئله است. اینجور نمی شود مسائل کشور را تحلیل کرد. با این نگاه عامیانه و ساده اندیشی و ساده اندیشانه نمیشه به مسائل کشور رسید. اولا امیرالمومنین که با زبیر یا امام حسین که با ابن سعد حرف میزند او را نصیحت میکنه. بحث مذاکره به معنای امروزی نیست. مذاکره امروزی یعنی معامله، یعنی یه چیزی بده یه چیزی بگیر.
امیرالمومنین با زبر معامله میکرد، یه چیزی بده یه چیزی بگیر. امام حسین با ابن سعد معامله میکرد که یه چیزی بده یه چیزی بگیرن. این بود تاریخ رو اینجور میفهمید، زندگی ائمه رو اینجور تحلیل میکنید. امام حسین رفت نهیب زد، نصیحت کرد، گفت از خدا بترس. امیرالمومنین زبیر رو نصیحت کرد، خاطره زمان پیغمبر یادش آورد، گفت از خدا بترس. اتفاقا اثر هم کرد، زبیر از جنگ خودش رو کنار کشید. امروز مذاکره به این معنا نیست. این اولا، اینی که برای اینکه ما با آمریکا که شیطان بزرگ است باید مذاکره کنیم، یه عده‌ای واقعا با نگاه سهلندیشانه و عوامانه و بدون فهم حقیقت حال مثال میارن، تو روزنامه می‌نویسن، تو سایت می‌نویسن، تو سخنرانی میگن که چرا امیرالمومنین با زبیر مذاکره کرد، شما با آمریکا مذاکره نمی‌کنید. یعنی اینقدر اشتباه در فهم مسئله. با حجت الاسلام حامد کاشانی گفتگو میکنم، پژوهشگر حوزه تاریخ اسلام. نظراتتون رو هم میتونید به شماره 100037 پیامک بکنید، همچنین شماره تلفن 162 که روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست هم پذیرای انتقادات و پیشنهادات شما هستش. حاج آقا، دو حوزه مفصل رو بحث کردیم در ارتباط باهاش، یکی بحث جایگاه افکار عمومی در نزد اهل بیت و اینکه چطور تصمیم گیری میکردن، افکار عمومی رو چطور مدیریت میکردن، و دو بعضی از حرفهای متناقضی که در ارتباط با سیره ائمه علیه السلام زده میشه که حضرت عالی مفصل توضیح دادید. یه بحث دیگه هم هستش که اگه اجازه بفرمایید میخوام مطرح کنم، اونم این که چون در برهه‌های مختلف این هی مطرح میشه و متأسفانه چون موافقین و مخالفینش هم عمدتاً خیلی سطحی و ژورنالیستی بهش ورود میکنن، من احساس میکنم حقش ادا نمیشه مگر که حالا یه متخصصی، کسی که تو این حیطه کار کرده، این بحث رو باز بکنه. اونم این که بالاخره اعتراض یک بحث هستش و خب اینو همه قبول دارن، به رسمیت شناخته شده این حرف که کسی اگر اعتراضی در نسبت به حاکمیت اینو بیاد بیان بکنه. بحث آشوب و به اصطلاح بغی یک بحث دیگری هستش. این تفاوت این دوتا و اون مدلی که اتفاقا باید با این برخورد بشه از طرف حاکمیت و مردم چی هستش؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شد سوم. من می‌خواستم بگم یه حیا کردم ولی شما خودتون عرض کنم خدمت شما که بله، یه وقتی اعتراض به حق بعضی از مردمه که جای اصلی اون نظرات مردم در انتخابات هاست، و وقتی که امنیت کشور برپا هست مردم مطالباتشون رو پیگیری کنن چون خطر دیگری بر اون مشکلات قبلی خدا نکرده اضافه نشه، این اعتراض حقش محفوظه، حق مردمه. مردم واقعا ولی نعمتن، چه موسم انتخابات باشه چه نباشه، چه ما کاندیدا و نامزد باشیم چه نباشیم. اما بحث ناامنی وقتی در جامعه اتفاق میفته، فارغ از نظر ما برای مثلا روش برگزاری این اتفاقات اخیر هر چه که باشه، خط قرمز اصلی حکومت اسلامی حفظ امنیت مردمه. گاهی برق، گاهی ارعاب. برق بیشتر برای اون جایی که مثلا یه لشکر سازماندهی شده یا نیمه سازماندهی شده یک جایی رو اشغال کنه، که امیدواریم خدا ما رو مبتلا به همچین اتفاقی هیچ وقت نکنه، که مثلا یه گوشه ای از کشور ما رو فرض بفرمایید در یه دوره کموله و اینا یه گوشه هایی رو، این میشه برق که اصلا یک جایی از سرزمین و یک گوشه ای رو خلاصه از تحت سلطه حاکمیت بیرون بیاره و به روش خودش بخواد عمل کنه، ناامنی ایجاد کنه. گاهی انقدر قدرت نداره ولی ارعاب میکنه، یعنی میترسانه، میکشه، غیر از کشتن ترس ایجاد میکنه در جامعه. در سیره اهل بیت میبینیم که به شدت با این برخورد میشه، یعنی یکی از سنگین ترین مجازات ها. یعنی فارغ از اینی که بنده بازم تاکید میکنم مردم ما هم شأنشون عجل بود، هم حق اعتراض دارن، ولی به این بهانه اشرار حق ندارن بیا ناامنی ایجاد کنن. مثال میزنم برای شما، امیرالمومنین که صلوات الله علیه مظهر عدله، یعنی هر کس
ذره امیرالمومنین رو بشناسه میبینه اگر در تاریخ بخوایم مثال پیدا کنیم برای عدالت، او رو باید معرفی کنیم. از آرمان و ذهنیت و خلاصه عرض کنم خدمت شما تصور ما بالاتره، همون امیرالمومنین که حاضر نیست پوست جوی از مورچه‌ای بگیره. شما میبینید وقتی به ماجرای خوارج میرسه که این گروه افرادی هستن که جایگاه اجتماعی دارن، بینوین قراء ما هستن، قاری قرآنن، شخصیت های پرنفوذ فرهنگی جامعه هستن، یعنی هر کدوم 4 تا شاگرد و بالاخره دکان فرهنگی برای خودشون دارن، سایت به قول امروزی ها داشتن، یعنی نفوذ فرهنگی رو مردم محلشون داشتن، امام جماعت مسجدشون بودن یا امثال اینها. وقتی اینها با حضرت در میفتن و بیرون از کوفه میرن و میگن علی ابن ابی طالب معاذ الله کافر شده که با معاویه اون حکمیت رو پذیرفته، ولو ما و دیگران اجبار کردیم، باید از این کفرش کوتاه بیاد معاذ الله، انقدر تند روان، حضرت دو کار میکنن. اولا امیرالمومنینی که این همه ادعیه نمازهای چند صد رکعتی در شبانه روز در زمانی که حکومت نداشتن مال امیرالمومنینه، زین العابدینه، حضرت آقا اینجا نمیفرماد که من توبه میکنم از کفرم، خطا نمیگه، دروغ نمیگه، دقت میکنی؟ یعنی اینکه حاضر نمیشه که برای اینها یه مماشاتی بکنه. چرا؟ چون تصویر ذهنی مردم از امام مسلمین مخدوش میشه، یعنی نستجیر بالله کافر شده ولو تقییتا حضرت، این کوتانه. با اینا مدارا میکنه، افرادی رو میفرسته اینا رو آرام کنه، و البته خوارج مثل اشرار امروز که بریزن آتش بزنن هنوز نبودن، دقت میکنید؟ یعنی اول یه گوشه‌ای قرار میگیرن، آدمهای پرنفوذین، آدمهای مهمین به نسبت دینداران پررنگین، ولو اینکه خود سبک مغزن، دقت میکنید؟ ظاهرا دیندارن. اینا یه گوشه‌ای رفتن از شهر بیرون. وقتی اینها را مناظره میکنه حضرت، چند بار خودش با اونها میره صحبت میکنه، ابن عباس دیگران رو میفرسته، تا اینکه اینها فحش میدادن به امیرالمومنین معاذ الله، حضرت با اینها فعلا برخورد نمیکنه. اما اونجایی که اینها ارعاب میکنن، یعنی چه؟ یعنی راهو میبندن، یه زن و مرد که اون زن باردار هم بود متاسفانه دارن عبور میکنن. تو کی هستی؟ من ابن خباب. شیعه علی ابن ابی طالب؟ بله. به جرم محبت، مثلا اینکه فرض بفهم یه نفر دل درگیر جمهوری اسلامی داده رأی داده، مثلا دقت میکنی؟ یا مثلا خانواده شهیده یا چیزی دیگه، این رو میکشن، همسرش رو میکشن، شکم او رو هم میدرن. یعنی قتل به چه جرمی؟ حب علی ابن ابی طالب. به جرم حب علی ابن ابی طالب. یعنی ما با حکومت در افتادیم، هر کس ابراز کنه ما طرفدار حکومتی باش برخورد میکنیم. امیرالمومنین صلوات الله در نهج البلاغه میفرماد که من اگر تمام خوارج رو به خاطر این یه قتل بود، این یه قتل نیست که من یه نفر رو قصاص کنم، تمام کسایی که وایسادن این قتل صورت گرفت در یک ناایجاد ناامنی عمومی شرکت کردن. شارحین نهج البلاغه، حتی اونهایی که میشن علمای بزرگ اصلاح طلبان، مرجع اصلاح طلبان هم شارح نهج البلاغه داره رجوع فرمایید، ایشون هم میگه، دیگران هم میگن، یعنی اینجا اختلافی نیست، همه گفتن. امیرالمومنین فرمود تمامتونم اگر بکشم. چرا؟ چون شما دست به شمشیر بردید، راه بستید، ناامنی ایجاد کردید. تمامتونم بکشم برای یه قتل زیاد نیست، اسراف نیست، چون این یه قتل قصاص کنیم نیست، شما ناامنی ایجاد کردید. یعنی مباحث دقایق پیش ما به این معنی نیست که ذره حکومت برای حفظ امنیت در برابر اشرار کوتاه بیاد. اگر مسئولی از دولتی و غیر دولتی خطا کرده سر جاش، هیچ کس حق نداره به هیچ بهانه امنیت مردم رو مخدوش کنه. اینجا اشد مجازات. یعنی عرض کنم خدمت شما که من اگر بخوام نسبت به قوه قضاییه هم یه جمله بگم که متهم نشم به اینکه یک طرف سخن گفتم، فهم تاریخی من، حالا اونا وظیفه شون رو میدونن، منم بنزه فهم خود اینه که باید، شاید هم اعلام کردن من دسترسی به اخبار امروز نداشتم، مثلا این که ما به اشد مجازات با کسی که با امنیت مردم سر و کار داره برخورد خواهیم کرد. یعنی اینجا با کسی که امنیت رو به هم زده و اشراره بیرحمیم. ببینید ما همون جایی که داریم به پیغمبر
بال تو دست ها تو زیر پای مسلمین به گستران رحمت داشته باش، اینها رو زیر پروبالت بگیر، در آغوش بگیر، با اینا مهربانی کن. امیرالمومنین هم به مالکش در میفرمان اما جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیه، اونجایی که امنیت یکی از شدیدترین آیات قرآن در مورد کسانی است که محاربن، اینجا باید با شدت عمل بدون ترحم برخورد کرد. یعنی اینجا ترحم به یک شرور در واقع ظلم به اون شهروندی است که ما وظیفه داریم امنیتش رو حفظ کنیم. یعنی حفظ امنیت واضح ترین حق مردم از حکومتشون هست، اصلا اینجا نباید کوتاهیان. اگر این منجر به از بین رفتن حق اعتراض بشه چی؟ یعنی یه دوگانه ایجاد بشه که شما یا باید تأمین امنیت بکنید و اگر این کارو کردید ممکنه مثلا حق اعتراض مردم عادی که اشرار هم نیستن و به حق حتی یک اعتراض، اینجا باید چطور رفتار بشه؟ یکی از مشکلات ما اینه که چون دشمن داریم و میخواد از ما انتقام بگیره، توی مواقعی که اعتراضها خیابونی میشه متاسفانه ما هنوز الگوی خوبی نتونستیم معرفی کنیم، یا زور دشمن اینجا زیاده که عده‌ای رو اجیر میکنه، قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای پول خرج میکنن، امنیت رو به خطر میندازن. مادامی که امنیت به خطر افتاده طبیعیه که شما برای اینکه مثلا فرض بفرمایید که مثلا بخواید برید یه چکی که 1,000,000 تومان پاس نشده براش وکیل 20 میلیونی نمیگیرید. یعنی مردم حق اعتراض دارن ولی امنیت قیمتش بالاتر از این ماجرای بنزینه. دقت می‌فرمایید؟ یعنی همه زندگی همه مردم رو تحت شعاع قرار میده. باید واضحه که باید در نظام سازوکاری طراحی بشه که مردم بتونن حق اعتراض داشته باشن، به این فکر بشه، الگو بشه، که یکیش به نظر من انتخاباته. ما در انتخابات باید کاری کنیم که هر مسئولی بدون اگه حرفی زده حافظه افکار عمومی فقط کوتاه مدت نیست، در گروه اعمال اون میمونه. دقت میکنید؟ و راه های دیگه که من متخصص این بحث نیستم، اما اگر تعارض بین امنیت و غیر امنیت شد شک نیست امنیت مقدمه. ولی تو باید تأسف خورد که اگه کار به جایی برسه که در واقع دوگانه امنیت و اعتراض پیش بیاد، طبیعتا هر کسی شما ازش بپرسید اول باید امنیت باشه تا بشه کار دیگری در بستر امنیت. که در واقع عرض کنم خدمت شما که همین اخباری که میشنویم، این وسط مثلا یه مغازه غارت شده، یه جوانی آسیب دیده، عرض میکنم خدمت شما که نسبت به اون شرور بدون رو در وایسی، بدون اینکه بترسیم از حقوق بشر، با گردن افراشته نسبت به کسی که امنیت مسلمین و جامعه اسلامی رو تهدید کرده، با شدت خشونت باید ورزید. اون کسی که اسلحه به دست گرفته رو به مردم، اون کسی که ارعاب ایجاد کرد، همینی که یک زن مسلمان از خانهش ساعتی از ترس ناامنی نتونه بیاد بیرون، فکر نکنید من باید بکشن که کشتن، حس ناامنی اگر ایجاد کنن باید به اشد مجازات با اینا برخورد کرد بدون بیرحمی. منتها نکته اینجاست که ظاهرن همین توانایی رو نیروهای نظامی ما دارن و خیلی هم آسیب میخورن بندهای خدا. کاری باید کرد که تا جایی که ممکنه غربال صورت بگیره که اگر اتفاقی میفته حتی الامکان مردم عادی با این اشرار قاطی محسوب نشن. این اشرار خطشون باید جدا بشه. طبیعتا مردم عزیز ما میدونن، وقتی من دیشب که داشتم میرفتم به اون کلاس برسم میدیدم جمعیت کم بود اگر اتفاقی هم افتاده بود. یعنی مردم اگه اعتراض دارن میفهمن که خب من مثلا کاسب این مغازه بغلی رو ببرن میفهمم، اگر این خوشحال باشم فردا مغازه خودم رو غارت میکنن. طبیعتا دوست ندارن مغازه اون آسیب ببینه، مشتری مغازه منم نمیاد. مردم میفهمن، توجه میفرمایید؟ بعد خط اینا جدا بشه، ولی شدت عملو بعد بدون رو در وایسی، بدون اینکه صدامون بلرزه، ما نسبت به کسانی که دشمن امنیتن قاطع باید بایستیم، نه رو در وایسی. تشکر میکنم. حالت فرصت داریم همچنان، من در تو با میان برنامه که پخش شد میخوام ببینم شما نکته‌ای دارید که تکمیل میکنه بحث رو یا نه تو ماجرای درس مذاکره. بالاخره ما درس مذاکره یا درس مقاومت از حادثه آشورا. من یه چیزی به شما عرض کنم قبلش، کار ما که تاریخه، گاهی من نگاه میکنم میبینم مثلا چطور ممکنه در زمان امیرالمومنین چنان تحریف تاریخ صورت گرفته که مثلا فرض کنید یه نفر اومده پیش
یکی از تابعین گفته آیا علی ابن ابی طالب در بدر شرکت کرد یا نه. اصلا اصل شرکت امیرالمومنین، پهلوان اصلی، جنگاور اصلی، علمدار میدان، قدر قدرت لشکر پیغمبر در بدر امیرالمومنین، طرف اصلا بوده یا نبوده. گفتم چطور ممکنه همچین اتفاقی بیفته؟ ببینید آقا، خطری که ما الان نسبت به یه مسئولی که این کارو میکنه برخورد میکنیم چیه؟ یه عزیزی توی یکی از صفحه های شخصیش نوشته بود شما اگر راست میگید نسبت به فلان مفسر که حرف خطایی گفته چرا واکنش شدید نشون نمیدی؟ آقا فلان مفسر در یه کتابی با 500 نسخه چاپ، 1000 نسخه در یه گوشه نوشته، متخصصین هم نقد و رد میکنن. ما که نمیخوایم زبون ببریم، ما که نمیخوایم کسی حرف نزنه، در فضای علمی، در فضای تخصصی هر کس نظریه ای داره در مرعا و منظر متخصصان مطرح کنه، نقد و رد دم بشه. اما یه وقتی من قدرت دستمه، رسانه دستمه، پول دستمه، میتونم یه حرف غلطی رو مطرح کنم، کما اینکه تو ماجرای درس مذاکره رخ داد، چند نفر رو یا اجیر کنم یا اونا به خاطر هماهنگی و همراهی با من بیان در این زمینه کتاب بنویسن، سخنرانی های متعدد در جلسات، یعنی با قدرتی که از حکومت و انتخابات بر از مردم دریافت کردم بیام اینو استفاده کنم، در واقع اون فکری که در فضای آکادمیک قابلیت بحث نداره رد میشه رو با پول و زور و رسانه کاری کنم، تبدیلش کنم به یک فکر. دقت میکنی؟ این خطرناک. و متاسفانه میتونم یک مورد از نقدهای علمی رو پاسخ ندادن در همین زمینه درس مذاکره. بنده هم در نشریات، دو تا نشریه، هم در مناظرات شرکت کردم، نقدهای متعدد کردیم، ولی اون جریان در صدد پاسخگویی نیست. چرا؟ چون میدونه اگر پای بحث قرار بگیره استناد به چیزهایی کرده که اگر کسی متخصص فن باشه، ما یه وقتی لیست کردیم که متخصصان فن راجع به موضوع چه گفتن، یعنی مثل همین ماجرای اخیر میشه. ببینید ماجرای مذاکره از کجا به وجود اومده؟ ما یه گزارشی داریم از عمر سعد، دقت میکنید؟ یعنی خیلی تعجب آوره، یه گزارش از عمر سعد داریم که میگه امام حسین گفته که من حاضرم در کربلا سه شرط رو بپذیرم، یا منو رها کنید برم مرز، یعنی حق شهروندی نداشته باشه، دقت میکنید، یا عرض کنم خدمت شما که من رو رهام کنید به یه جای دیگری برم، یا منو ببرید پیش امیرالمومنین یزید ابن معاویه، ادبیات منطقه بحثش همین، که من دست تو دستش بذارم. دست تو دست گذاشتن در منطق فهوای مباحث تاریخی، یعنی با یزید بیعت کنم. خب بعد عمر سعدم خیلی خوشحال شد، قصه اینطوری. بعد نامه نویسه با عبیدالله زیاد، عبیدالله زیاد میگه نه اینجوری قبول نیست، بگو بعد دستتو ببندیم ببریمت پیش یزید. امام حسین گفته نه دستام بندید قبول نمیکنه. دقت میفرمایید مستند آقایون چیه؟ گزارشی است که از عمر سعد رسیده. اما اشکال کجاست؟ اگر بنابر این بود که سید الشهدا علیه السلام وقتی محاصره شد قرار باشه بیعت کنه، چه دلیلی داشت وقتی تو مسیر که از مکه به سمت عراق می اومد خبر شهادت مسلم رو شنید؟ دقت می‌فرمایید خبر شهادت مسلم شنید یعنی چی؟ یعنی امام مردم کوفه باش بیعت کردن، 20,000 نفر یا اعدادی مشابهین، و بعد گفتن ما در رکابت هستیم، حضرت حرکت کرده. اگر حتی معصوم هم ندونیم حضرتو، اخبار اومده اینو بیعت کرده، ما که معصوم میدونیم، میخوام یعنی مورخ غیر شیعه هم با ما همراهی میکن. وقتی میرسه به جایی که خبر شهادت مسلم میشنوه، شنیدن خبر شهادت مسلم یعنی چه؟ یعنی اینکه کوفه اونجوری که باید باشه نیست، نماینده شما کشته شد، نهضت شکست خورد، درست؟ پس نباید حضرت حرکت کنه. برای چی اونجا حرکت کرد بعد که اینجا رسید میگه من بیعت کنم؟ یعنی این تناقض رو چگونه میخوای شما پاسخ بدید؟ همون اشاره که شما کردید، اگر من دنبال فهم سیره امام باشم و دنبال این باشم امام چه کرده، دنبال او حرکت کنم، همه جانبه بحث رو نگاه میکنم چون میخوام واقعش رو بدونم.
یه وقتی من میخوام یه کاری بکنم دنبال مستمسکم برای اینکه افکار عمومی با خودم همراه کنم، لذا یه حرف رو میزنم 10 تا حرف معارضه اینو مطرح نمی کنم. مثلا این گزارش عمر سعد رو وقتی به خادم امام مقبت ابن سمعان و خادم همسرش گفتن، خبرشو گفت به خدا من همه جا بودم، هرگز امام همچین چیزی نگفت. خب اگر کسی دنباله، شما مثلا اخبار جامعه رو میخواید بررسی کنید، یه گزارشو هیچ وقت علی به من و شما بگن آقا دلار شد 1800 تومان، فرض کنید یه آدم راست من به شما بگم، مثلا شما منو باورم میکنید، قبول میکنید؟ میگید میرم 4 تا کانال های مختلف شبکه های خوبین چی داره میگه این کاشانی دلار 1800 تومان، چه برسه که عمر سعد بگه. چه برسه که عمر سعد بگه. خب این خبر رو شما نمیذاری کنار بقیه اخبار از مجموعش بفهمی، که این کار رو نمی کنی وقتی که شما اصلا دنبال این نیستی واقع چیه، بلکه جامعه ما هیهات من نزله رو شعار محوری و رکن رکین کربلا میدونه. اصلا زیبایی عاشورا به چیه؟ زیبایی عاشورا به اینه که کشته میشم تسلیم نمیشم، کشته میشم ذلت نمیپذیرم، من مثل برده ها با شما پیمان نمیبندم. این جملاتی که از حضرت رسید، عرض کنم خدمت شما، من نمیبینید که کسی ظلم داره میکنه نمیدونم چون. اما اگر من دنبال این باشم که این شعار محوری از دست مردم بگیرم، ملتی که 300 هزار کشته داده به اسم حیات من نزله رفتن جوونهاش با این همه آمال و آرزو جون دادن، شما میخواید یه دوگانه تو ذهنشون ایجاد کنی گیج بشن اینا، دنبال این نیستی واقعیت رو بگی، چون این قرار باشه واقعیت رو بگی ابعاد بحث رو باید طی کنی. اینجا دیگه همون بازیگری با افکار عمومیه که خیلی نمونه داره متاسفانه. حالا ان شاء الله یه فرصتی باشه ما مفصل‌تر با مثال‌های تاریخی فراوان‌تر در خدمتتون باشیم، اما همچنان 3 دقیقه فرصت داریم. اگر نکته‌ای هستش که اونو جمع‌بندی مد نظرتون بفرمایید. عرض می‌کنم محضر مبارک شما که یکی از موضوعاتی که بسیار مهمه در سیره اهل بیت در این ایام اینه که آقایون از اتاقهای شیشه‌ای و نظرسنجی از پشت شیشه و عرض کنم خدمت شما اینو بیان بیرون نترسن. این مردم جونشون رو برای نظام میدن، این مردم خسته نشدن. من از این میترسم بعضی از مسئولین ما خودشون خسته شده باشن، فکر کنن مردم خسته شدن. کافیه ما همون کشوری هستیم که دیری نگذشته یه مفسد اقتصادی و یه مفسد امنیتی رو از اون ور مرزها آوردیم تو کشور. کشور ضعیفی نیستیم، منتها عصبانی کردیم مردممون که ولی نعمتمون هستن. اونایی که عصبانی کردن باید برن بین مردم عذرخواهی کنن، توضیح بدن، بگن ما میخواستیم خدمت کنیم، اگر اشتباهی کردیم عذرخواهی میکنیم. در بین مردم برن، مردم ما عذرپذیرن. اگر ببینن ما میخواییم خدمت کنیم، آقا اگر هم اشتباه کردیم عذرخواهی میکنیم. این عرض کنم ویترین که ما فداکاری هم کردیم، آقا بعضی ها کشته دادن، شما چه فداکاری کردید؟ شما یه چکم نخوردید، اینا کشته دادن. خدا نگر اون روزی رو که مسئولین ما آسیب ببینن، چون اینا آبروی ما تو جهانه. عرضم اینه که شما برید بین مردم، با مردم حرف بزنید، از پشت شیشه نه. مثلا فرض کنید که تریبون پیش از خطبه نماز جمعه، جاهایی که با مردم سر و کار داریم، به جای اینکه حرفای سیاسی جناحی جنجالی بزنیم که همین اخیراً زده شد، فضای افکار عمومی رو مشمئز کرد، بریم تو همون عرض کنم بین طرفداران خودمون اصلا با مردم حرف بزنیم، مردم هم خطا رو میپذیرن، عذر رو میپذیرن، همدلی میکنن. این مردم بارها بد سلیقگی ما رو دیدن و تحمل کردن. به قول رنگپور از قدی جمله فانتزی دارن که خیلی جا به واقعیت طعنه میزنه، میگن که سالهاست خیلی از مسئولین ما میخوان نظام رو براندازی کنن، مردم نمیذارن. بله. برعکس خیلی جای دیگه. همینطور. من تشکر کنم جناب آقا، خیلی زحمت کشیدین، بنده شخصا استفاده کردم، امیدوارم که بینندگان عزیز هم بهره کافی رو برده باشن. از شما بینندگان عزیز هم تشکر میکنم که تا این ساعت همراه ما بودید. نظرات خودتون رو به شماره 10037 پیامک کنید. برنامه قبلی ما هم استقبال شما عزیزان طبق نظرات پیامکیتون بسیار زیاد بود. ما خیالتون راحت باشه که تک تک این نظرات رو میخونیم، فرصتی نداریم که بخونیم تو برنامه این نظرات رو، وگرنه میخونیم انتقادات رو تا جای ممکن، سعی میکنیم که بهش عمل بکنیم و کار رو در اینه که پیش میبریم اصلاح بکنیم.
انشالله برنامه بعدی ما هم چهارشنبه شب هستش. تا چهارشنبه شب التماس دار و خدا نگهدار.